با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی سلامتی و توفیق شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیز و گرامی، در ادامه صحبت‌هایی که راجع به ظهور اسلام به عرضتون رسوندم، میرسیم به سومین لشکرکشی قریش و منکران و معاندان و مخالفان رسول اکرم از مکه به مدینه و جنگ بزرگی که اینها در تدارکش بودند که برای قلع و قمع اسلام به راه بندازند. اهمیت قضیه در اینه که مدینه راه‌های ورودی متعددی داره، چنانی که در ابتدای صحبتمون عرضتون رسوندم که کوتاه‌ترین مسیر بین مکه و مدینه ورودی قباست که وقتی که پیغمبر اکرم هجرت فرمودند، از جنوب مکه از جاده ساحلی حرکت کردند و بالاخره به جنوب مدینه در ناحیه قبا رسیدند و امیرالمؤمنین علی علیه السلام از شمال مکه خارج شدند و از جاده معمولی تجارت از مکه به سوی مدینه حرکت کردند و باز هم در جنوب مدینه در ناحیه قبا سر در آوردند و در اونجا به پیغمبر ملحق شدند. اما دو برخوردی که بین قریش و اهل مدینه اتفاق افتاد، در شمال مدینه اتفاق افتاد، یعنی در ناحیه احد اتفاق افتاد، که اولی غزوه احد که مفصل در رابطه با اون صحبت کردیم و دومی غزوه احزاب، جنگ احزاب که به غزوه خندق هم معروفه و این هم در شمال مدینه اتفاق افتاد. اون محل اتفاق و برخورد بین سپاه مهاجمی که از مکه اومده بود به سرکردگی ابو سفیان و مسلمانانی که برای دفاع خودشون آماده کرده بودند در مدینه، اون محل مصاف الان این مسجدی که توش ساخته شده. اون نشانه های تاریخی که در اینجا وجود داشته دیگه وجود نداره، به جاش مسجد ساخته شده. وقتی شما توی این مسجد هستید، همین اینجا اون ناحیه تصادم و برخورد بین سپاه مکه و مسلمانان ساکن مدینه است. این غزوه احزاب به جنگ خندق هم معروفه، بلکه بیشتر به نام جنگ خندق شناخته میشه. اما چرا؟ یه مقدمات بسیار زیادی هست که نهایتاً به لشکرکشی قریش به سرکردگی ابو سفیان برای قلع و قمع امت محمدی در مدینه می انجامه که اونها رو در قسمت‌های دیگه مفصل بازشکافی می‌کنیم. اما اون مجموعه سپاهی که برای مقابله با رسول اکرم بسیج میشه و حرکت میکنه، مجموعاً 24 هزار نفر بودن
10,000 نفرشون که مردان جنگی و سلحشور و رزم دیده و کار کشته و سرد و گرم چشیده بودن، اینها از مکه حرکت میکنن میان. اما در داخل شهر مدینه هم و در روستاها و قرا و مناطق و نواحی و اطراف مدینه، نواحی اطراف مدینه هم سپاهیان دیگری بودند که مخالف حضور امت محمدی در مدینه بودند و اینها هم ملحق میشند و سپاه بسیار نیرومندی به وجود میاد. حالا شما تصور بفرمایید که در این نقطه یک مجموعه ای از دشمنان بین 10,000 تا 24,000 نفر جمع شدن و کل امت محمدی و همپیمانانش 3,000 نفره. پیغمبر آگاه شده که یه همچون سپاهی تدارک دیده شده و ابو سفیان سرفرماندهی این سپاه رو به عهده داره و میخواد بیاد به حمله کنه. پیغمبر یه شورای مشورتی میذارن که در قرآن به امر جامع ازش تعبیر شده، یعنی همه صاحب نظران امور جنگی و ریش سفیدان رو جمع میکنن و میگن بحث آزاد داشته باشیم، هر کسی نظر خودش رو بیان بکنه تا مشخص بشه که نهایتا این تقابل نظریات به چه نتیجه منتهی میشه و بعد نهایتا رأی گیری کنیم، یعنی بین چند راه حل که برای مقابله با سپاه مهاجم در نظر گرفته میشه رأی گیری بشه و بر همون مبنا وارد عمل بشیم. جنگ انبوه یعنی دو سپاه در مقابل همدیگه قرار بگیرند و به قلب همدیگه حمله بکنند، به این میگن جنگ انبوه. خب وقتی که کل امت محمد در اون موقع 3,000 نفره و سپاهی که بهش حمله کرده 10,000 نفره با هم پیمانانش 24,000 نفر مرد جنگی هست و تعداد بسیار زیادی اسب و شتر دارن و به بهترین سلاح‌های جنگی هم مجهز هستن و با آمادگی کامل و مانورهایی که قبلا انجام دادن و تمرینهایی که کردن دارن میان، نتیجه برخورد از ابتدا مشخصه. یه گروه 3,000 نفره با یه گروه 24,000 نفره، یعنی در برابر هر یک نفر از امت محمدی 8 نفر مهاجم وجود داره. اگر اینها در زمین مشابه قرار بگیرن برای رویارویی، خب طبیعتاً اون نیرویی که تعدادش بیشتره و سلاحش بهتره و تجهیزاتش مهمتره، سوارکار داره، خب مسلماً اون پیروزیش قطعیه. به همین دلیل در اون شورای مشورتی تصمیم گرفته شد که جنگ غیر متقارن صورت بگیره، جنگ انبوه نکنن، نرن تو میدون رو به روی هم وایسن با هم بجنگن. سلمان پارسی، جناب سلمان پارسی که در اون نشست حضور داشت، ایشون یه پیشنهادی کرد، گفت بهترین کار اینه که از مدینه این بار خارج نشی، در همین قسمت شمالی مدینه که اونها میان، ما اینجا جبهه دفاعی بزنیم، سنگرهامون اینجا بزنیم، یک دیوار دفاعی درست کنیم با درهای متعدد و بیرون دیوار یک خندقی درست بکنیم.
که اونا نتونن حمله انبوه بکنن به ما. اونها اون طرف خندق بیستن، ما این طرف پشت سنگرهای دفاعی و دیوار قلعه‌ای که درست میکنیم که درهای متعدد داشته باشه. بعد اون وقت رزم تن به تن صورت بگیره، یک نفر از این طرف بره تو میدون، یک نفر از اون طرف. اون وقت شرایط جنگی عوض میشه، یعنی دیگه انبوهی سپاه اونها تعیین کننده نخواهد بود، بلکه سلحشوری و دلاوری و اراده جنگجویانی که وارد رزم تن به تن میشن تعیین کننده خواهد. همه به این نظریه روی خوش نشون دادن و بهش رأی دادن. پیغمبر اکرم فرمودن خیلی خوب، پس مهندس ناظر عملیات ساختمانی اون خندق و اون دیواره دفاعی خود سلمان فارسی باشه. همه قبول کردن. سلمان گفت طول این خندق باید از این نقطه تا این نقطه باشه، عمقش باید انقدر باشه، این حجم آب باید توش ریخته بشه، عرضش هم اونقدی باشه که یک سوارکار نتونه بپره و اسب خودش از اون طرف به این طرف، مگه اینکه پلی زده بشه. حالا باید اینجا کنده بشه. پیغمبر فرمودن خیلی خوب، بریم بکنیم. خودشونم دستور فرمودن که برای ایشونم وسایل لازم بیارن، بیل و کلنگ بیارن. همه از مهاجرین و انصار بنا به امر اکید حضرت محمد، سلمان فارسی به عنوان مهندس ناظر تقسیم کردن، گفتن از اینجا تا اونجا که باید کنده بشه هر قسمت رو کدوم گروه بکنه از مهاجرین و انصار، و شروع کردن به کندن خندق. و حضرت محمد هم مشغول بودن و اونجا زمین هم کویدی بود، مثل اسفالت کندن یه همچین زمین دشواره و ضمناً در کوه پایه است و صخره‌های بسیار زیادی وجود داره و همین دلیل کار بسیار دشواری بود، ولی اونها با اراده و همت خودشون این کار رو انجام دادن. همم الرجال تخرق الجبال، یعنی همت افراد مصمم کوه‌ها رو خاک میکنه، فرو میرزونه. نهایتاً این خندق کنده شد، پر از آب شد، تا روز موعود فرا رسید و سپاه مهاجم اومد جلوی مدینه. همراهشون 5 مرد جنگی بسیار نیرومند بود، پهلوانهای بسیار نامدار که ابو سفیان اینها رو در استخدام خودش گرفته بود و آورده بود. از اون طرف یک زد و بندی صورت گرفته بود با بعضی از منافقین و دشمنان رسول در داخل مدینه و اونها راه عبور فراهم کرده بودند. 5 نفر از خندق عبور کردن، اومدن این طرف و مبارز طلبیدن. مهمترینشون نوفل ابن عبدالله نام داشت و از اون معروفتر عمرو ابن عبدود بود. یه فرد بسیار نیرومند و تنومند بود، مرد جنگی، سوار یک اسب بسیار رشید، اومد و برای رزم تن به تن گفت یه نفر بیاد توی میدون. خب طبیعتاً کسی جرأت نکرد که در میدون او پا بذاره. پیغمبر اکرم به حضرت علی هم فرمودند که شما برین و باهاش مقابله کنید. و ایشون سردرد داشتن، حضرت علی علیه السلام، و در خیمه استراحت میکردن. امر رسول اکرم که رسید ایشون بلافاصله ذوالفقار رو برداشتن و اومدن از خیمه بیرون رو و حرکت کردن تشکر. پیغمبر اکرم هم شال خودشون رو به سر ایشون پیچیدن، ایشون کلاه خود و لباس مناسب رزم و سپر رو گرفتند و رفتن. رفتن به میدون و نهایتاً عمرو بن عبدود با ضربه‌ای که از جانب حضرت علی دریافت کرد به زمین افتاد. اینجا پیغمبر اکرم فرمودند که
این ذره‌ای که علی وارد کرد به عبادت جن و انس می‌ارزه. و دلیلش هم این بود که با اصابت این ضربه و افتادن عمرو بن عبدود از روی اسب به زمین، دل سپاه ابو سفیان شکست. جوری ضربه روانی سنگینی خوردن. همه تحیر کردند. اینجوری که مولانا با تکیه به مدارکی که داشته بیان کرده، عمرو بن عبدود به دست حضرت علی قبول اسلام کرد و 50 نفر از خانوادهش مسلمان شدند. به دنبال اون نفر بعدی، یعنی نوفل ابن عبدالله از خندق رد شد، به این طرف اومد که اون هم به ضرب ذوالفقار علی ابن ابی طالب از پا افتاد. و این درگیری و مبارزه تا غروب طول کشید و آهنگ برگشته به پادگان زده شد، یعنی استراحت. فردای اون روز وقتی که پیغمبر اکرم چند نفر رو به صحرا فرستاد که کسب اطلاع بکنن، اون اشخاص رفتن و برای رسول اکرم خبر آوردن که کل اون سپاه 10,000 نفری ابو سفیان آب شده، رفته تو زمین و دیگه اثری ازش باقی نمونده. همشون رفتن و جنگ خندق، جنگی که برای قلع و قمع قطعی امت محمدی صورت گرفته بود، بزرگترین تهاجم قریش و معاندان مکه بود به مدینه، فقط با یک زخم و ضربه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به پایان رسید. و این بزرگترین شکست استراتژیکی بود که قریش و مکه خورد. و فتح مکه به این ترتیب در چشم انداز قطعی امت محمدی قرار گرفت. تا ادامه بیان این وقایع، شما یاران عزیز به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگهدار.